دوازدهمین روز آبان ماه برابر با سوم نوامبر سال 1280 خورشیدی برابر با 1901 میلادی، آندره مالرو نویسنده فرانسوی در 3 نوامبر 1901 در پاریس به دنیا آمد. پدر و مادرش وقتی او خردسال بود جدا شدند. مالرو نزد مادرش بزرگ شد و به مدرسه ارسنه شرقی رفت، اما تحصیلاتش را به پایان نرساند. او در 21 سالگی با همسرش به کامبوج رفت و در مدت اقامتش در هندوچین از سیاست استعماری فرانسه در آن ناحیه سخت انتقاد کرد و به تأسیس روزنامه‌ای به نام هندوچین در زنجیر کمک نمود. در سال 1930 به گروه باستانشناسانی پیوست که در ایران و افغانستان کار می‌کردند. او در جنگ جهانی دوم راننده تانک بود و دستگیر شد، اما توانست فرار کند و به نیروهای مقاومت فرانسه بپیوندد. شارل دوگل او را به سمت وزیر اطلاع رسانی منصوب کرد. در این دوره آثاری در مورد هنر و فرهنگ منتشر کرد. سپس دوگل او را اولین وزیر فرهنگ فرانسه کرد. در این سمت او به تأسیس خانه فرهنگ در سراسر فرانسه پرداخت. مالرو در 23 نوامبر 1976 درگذشت. سال 1336 خورشیدی برابر با 1957 میلادی، اعزام یک سگ به عنوان اولین جاندار فضانورد توسط سفینه شوروی. طی چندین سال متوالی دانشمندان شوروی 13 سگ را برای تحقیقات علمی به فضا فرستادند که نام 3 سگ از میان آنها لایکا، لیسیچکا و بارس بود. لایکا یک سگ ماده دورگه حدوداً 3 ساله و ولگرد بود که در یکی از خیابان‌های مسکو پیدا شد و در کنار 2 سگ دیگر تحت آموزش‌های لازم برای سفر به مدار زمین قرار گرفت و بالاخره لایکا برای این سفر انتخاب شد. در نتیجه 3 روز پس از قرار گرفتن در سفینه اسپوتنیک 2 به فضا پرتاب شد. لایکا درون محفظه مخصوصی درون اسپوتنیک توسط نوارهایی که تنها اجازه حرکت وی برای دسترسی به غذا را می‌داد مهار شده بود و الکترودهایی که لحظه به لحظه علائم حیاتی او را به زمین مخابره می‌کردند به بدنش متصل بودند. راکت اسپوتنیک سفینه‌ای 500 کیلویی بدون امکان بازگشت به زمین بود و لایکا هم سفری بدون بازگشت را انجام داد. دانشمندان روسی حدس می‌زدند که لایکا حداقل برای 4 روز در آن شرایط خاص زنده بماند، اما حدود 5 تا 7 ساعت پس از پرتاب از مرکز بایکونور قزاقستان و قرار گرفتن در مدار زمین به علت نقص فنی، حرارت در محلی که لایکا در آن قرار داشت به شدت بالا رفت و ناگهان مخابره علائم حیاتی به زمین قطع شد و این دلیلی بر پایان دردناک زندگی اولین سگ فضانورد تاریخ بود. سفینه اسپوتنیک 2 پس از 2570 بار چرخیدن به دور زمین همراه با جسد لایکا پس از ورود به جو آتش گرفت و سوخت. سال 1340 خورشیدی برابر با 1961 میلادی، انتخاب اوتانت به عنوان سومین دبیر کل سازمان ملل متحد که در برمه میانمار در جنوب شرقی آسیا به دنیا آمد و پس از چندی ریاست کمیته تجدید سازمان آموزش و پرورش دولت برمه را بر عهده گرفت و از آن پس مدارج ترقی را پیمود. او توانست به سمت وزیر اطلاعات و نیز نماینده دولت برمه در سازمان ملل متحد انتخاب شود. اوتانت علاوه بر این سمت معاون مجمع عمومی ریاست کمیسیون رفع اختلاف کنگو در سازمان ملل را بر عهده گرفت. سرانجام پس از آنکه دک هامرشولد دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در جریان یک سانحه هوایی در کنگو کشته شد، اوتانت به جانشینی وی برگزیده شد.